من کجا من اومدم میگم اینجا طرفدار زیاد دارم، دوستان افغانستانی زیادی منو ایول ایول یعنی کلامو نگفته. تو دبی هم حتی مردمی از افغانستان هستن که بلاگر معروف ایران رو میشناسن. چقدر با معرفتی شما. سلام به همه همراهان عزیز هر کجای این کره پهناور که بیننده ویدیوهای ما هستین. سلام میکنم به شما دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که با یه برنامه دیگه اومدیم پیشتون. توی این برنامه قراره با بلاگر ایرانی همراه باشیم که به دبی سفر کرده و حتی در دبی هم مردم کشور افغانستان به ایشون لطف دارن. من میخوام اینو بگم که مردم افغانستان چقدر با معرفتن، چقدر درجه یکن که حتی یک ایرانی در یک کشور خارجی هم از دستشو میگیرن، هواشو دارن. قراره باهاش همراه باشیم بریم ببینیم مردم افغانستان چه لطفی در حق بلاگر معروف ایرانی علی تون کردن. خیلی خیلی ویدیو داغه، حتما با ما همراه باشید. یادتون نره قبلش ویدیو ما رو لایک کنید، کانال رو هم سابسکرایب داشته باشید. کامنت های عزیزان رو هم حتما میخونم. دوست نازنینی برای ما نوشته چقدر انرژی هر دوی شما، رفتار و طرز حرف زدنتون آرام هست و حس خوبی رو منتقل میکنه. از هیاهوی دنیای مجازی توی کانال شما خبری نیست و این واقعا عالیه. جای دلتون همیشه خوش باشه، حال دلتون همیشه خوش باشه. سلام میکنم به شما دوست عزیز، از اینکه کنار ما هستی خیلی خوشحالیم و محبتتون خیلی خیلی تشکر میکنیم. اصلا مجازی و دغدغه های دنیا و روز و همه رو باید بذاری کنار، کانال ما سعی میکنه چند دقیقه حال خوش بده، اون معرفت و عشق و اون صمیمیت که بین ما باید باشه رو یه ذره گسترشش بده که حالمون خوب باشه. من هدف ما همیشه همین بوده، فارغ از مسائل حاشیه‌ای چند دقیقه کنار هم حالمون خوب شه. لینک ویدیو اصلی رو براتون داخل دیسکریپشن قرار میدم، از کانال اصلی میتونید تماشا کنید، حمایتشون کنید. شروع کنید ریاکشن رو. هم یه سیم کارت رایگان دو دمش گرم و بال اینه توپک بسته‌بندیش این چی هم داره سوزنه که سیم کارت در بیاری. من چون انقدر مهر تو پاسپورتم خورده بود کشور کشور رفتم بهم سیم کارت داد. الکی گفتم به همین داد. چیز عجیبی. اینها یعنی توریستا خیلی خوب بهش احترام میذارن تو دبی. همینجوری ورود که پیدام گه سیم کارت رایگانم بهشون میدن که بتونن از خدمات حالا کشور امارات و شهر دبی استفاده کنن و حالا ویدیوهای تهیه کنن برای اقصا نقاط مردم دنیا بفرستنش. که الان ما اونجا غذا رو خوردیم، انقدر تند بود تون رفتن تو کوچه خیابون رفتن. من با آمرین گفتم آقا اینجا هیچ کی ما رو نمی‌شناسه، ببین گم میشیم. بعد باورتون میشه. سلام، مخلصم مخلصم. من کوچه من اومدم میگم اینجا طرفدار زیاد دارم، دوستان افغانستانی زیادی منو ایول ایول یعنی کلامو نگفته. تو دبی هم حتی مردمی از افغانستان هستن که بلاگر معروف ایران رو میشناسن. چقدر با معرفتی شما واقعا واقعا. بنظرم هم ایرانی ها خود بابا تو ایران من اینقدر نمیشستم، تو دبی من با شاهد همین یکی شاهدش بود. یعنی چپ و راست مردم تو کوچه خیابون اینجا منو میشستن، از ایران بیشتر منو میشستن اینجا. حالا ایران مردم اصلا کلاس بودن میشستن ها، بروم نمیارن که آقا میشستی بنظرم طرف دارتیم فالو دارتیم، ولی اینجا دمشون گرم مشیت. چه حالا دوستان ایرانی، چه افغانستانی، چه پاکستانی، فارسی زبان ها کلا همه میشستن، خیلی حال داده. آقا اینجا مثلا کیف میده واقعا. هم میگه اینکه مثلا یه جای بری و چند نفر بشناسنت، اون احساس غریبی رو دیگه تو اون کشور نمیکنی، فکر میکنی آشنا داری. کنار تا خانوادت کنار تن لب ساحلش میدونم. لب ساحل کجا؟ اذان هم هست، اذان البته نمیدونم چون چهار تا هم اذان میگن. ببین لب ساحلش و این لنجا اصلا اسم اسمی جا نمیدونم. همجوری رفتیم اینجا سر در آوردیم. دورنمایی از شهر دبیه که خیلی افغانستان رو با دبی هم مقایسه میکنه. یعنی پروژه‌ای که توی کابل افغانستان مثلا داره احداث میشه، خیلی ها میگن در آینده قراره بره و برسه به سمت دبی شده. آره خیلی این دوتا رو با هم مقایسه میکنن. امشب یکی از بهترین شباست. چرا؟ چون به یاد افغانستان با رفیقای گلم اومدیم اینجا با دست قرار غذا بخوریم و بتر کنیم. این بهش میگن چوپان کباب و بزنیم همه برداریم. آرمین جان بسم الله. من به شدت ذوق زدم، عاشق با دست غذا خوردنم و دوباره تو این رستوران افغانستانی اومدیم به یاد اون روزه افغانستان. با دست غذا خوردن دارم شروع میکنم، از نظر علمی هم ثابت شده با دست غذا خوردن خوبه. به یکی دلایلشون هم اینه که شما وقتی مثلا جایتون آسیب میبینه، زخم میشه، با دست روشون نگه میداریم و این اثر تسکین دهنده دست خودتونه. مثلا انرژی و حس غذا رو بهتون برمیگردن. فوق العاده است، جای همتون خالی.
حالا اینو منم خیلی شنیدم، کائنات و نمیدونم انرژی و اینجور چیزا. بعضی این بحثا رو دنبال میکنن میگم و شنیدیم یه خورده. آره وقتی با دستم میخوری میگن اون مزه غذای خیلی خوشطعم‌تر و لذیذتر تا اینکه حالا با یه جسم فلزی و چوبی بخوری. آره خودت یه بخشی از اون غذا تبدیل میشه در نهایت. انرژی به دست میره وارد بدن میشه. خدا رو شکر رسیدیم پارکینگ، پارک کردیم. بعد اون دکل جهانی پشت سرنزو میکنه شبیه تاج محله، بذار ببینم از این ببینیم. بعد آقا بچه با افغانستان چقدر با عشقم، به خدا من شرمنده شونم. بنده خدا دیشب با این ماشین دیگه اومده بود، نیسان پلاتینیوم بذاره، امشب با این ماشین اومد سویچو داده میگه که بگی دستت باشه. بعد اینجا انقدر جریمه و سنگینه من جرئت نمیکنم، تو خیلی حساسن رو دیگه. یعنی یه چراغ قرمز زد کنی به پول اینا باید 700 میلیون تومان بده یه چراغ قرمز، یعنی ماشین رو باید بذاری بری دیگه. چی این کارا رو میکنن که یالا کسی کار خطایی نکنه دیگه، میترسن دیگه. آره دیگه واقعا اگر فکر کن جریمه مثلا یه چراغ قرمز رد کردن یه نمیدونم دور زدن ممنوع پیچیدن و اینا، تو ایران مثلا 5 میلیون 100 میلیون کسی دیگه این کارا رو میکرد؟ سرعت همه چی پایین تر از حد همه چی رعایت میشد قشنگ. بابا قبول نکردم نظر این توییتر رو بردم شب بدم اما گفتم نداشت. واقعا بچه های باش معرفتی هم، من شرمنده همه بچه های افغانستان هم هر جور دنیا هستیم پچه هم. چقدر شریفن این مردم افغانستان. یکی از موردهای احترام گذاشتنشون که تو هرات هم رفته بود ایشون میگفت یا تو کابل، این که واسه احترام گذاشتن سویچ ماشین رو میدن. آره به اون ماشین رو میدن. آره یعنی خود یعنی ماشین خوده. آره اینطوری. ولی تو ایران شاید باشه ولی خیلی کمتره، یعنی حتی مثلا بعضی وقتا پدر به پسرش هم مثلا یه ماشین نمیده بره. آره. و یه جورای سختگیری میکنه. البته خب بسیار هم بعضی از ماشینا تو ایران گرون قیمت. آره مسئولیت داره و داستان داره، ولی خب این شرافت و اون مهمون نوازی مردم افغانستان میشه. همه چی واسه دادن. آقا ببینید چه عظمتی، چه نورپردازی داره این گلوبال ویلیج، دهکده جهانی. بریم داخل این دهکده جهانی، تمام صنایع دستی دنیا جای مختلف جمع شدن اینجا شعبه دارن. بریم ما هم دیگه داخلش رو ببینیم، بیرونش که فوق‌العاده خاصه، نورپردازی عالی. آقا وارد دهکده جهانی شدیم با یه بدبختی. اول که باید بلیت بگیری، بلیت نمیفروختن بهمون، میگفتن امروز فقط روزی که فامیلی میتونه بیاد، یعنی خانواده ها مجرد راه نمیدن. بعد ما هرچی گشتیم دختر خوب پیدا کنیم که باشیم چیز بسندمون نشه. شوخی میکنم آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم، پیج اینستاگرام آوردم بالا نشوندم آقا فیموس این ایران بلیت دارم واسه فردا، تیکت فور تومورو. بعد پیجمو دید، تعداد فالوورا رو دید، راه داد گفتم خواهم ویدیو بگم این داستانم. از مزایای معروف بودنه دیگه. آره خیلی آره خیلی معروف باشی گیر نمی کنه جایی. حالا اومدیم داخل دیگه، بچه رو گم نکنم، بریم دور بزنیم بینیم صحباتی های کشور مختلف سنه دستش رو بریم هم دیگه. داخل این دکده رو شما ببینید و عشق کنید، همون پاپکورنی. این درخت چی چیزیه ببین، اینجا تمام نمادهای کشور مختلف ساخته شده. خیلی قشنگ این دیگه، نمادهای از روم ایتالیا رو دیدیم، از استرالیا رو دیدیم، از توکیو رو دیدیم، چند تا کشور مختلف رو دیدیم. و حالا هر جون صحبتی خاص خودش داره، صنایع دستی خاص همون کشور اینجا هست. مثلا اینجا مال ترکیه است، اینجا عود و عطر و اینا دارن و اصلا یه فضای خیلی خفنی ها. نمیدونی اینجا نمیدونم کجاش بگردیم، کجا شروع کنیم. بعد اینجا کشورهای مختلف هست، اکثر کشورها هست. فلسطین رو اینجا میبینیم، اینجا قطره، اینم لبنان بود، دوباره این هنده، ایندیا، مغرب و این ایران خودمونه، اونور مصر و یمن، یمن رو دیدم. ماشاءالله ایران پرچمداری کرده، هرچقدر سفارت ایران اینجا زشته ولی اینو قشنگ ساخت، دمش گرم نادرشاه افشار. به به قشنگ خیلی خوشگلم درست کردن نادرشاه افشار. آره. و به نظرم ایران حالا در کنار افغانستان انقدر تاریخ گسترده ای داره، انقدر تاریخ گذشته بسیار قوی داره که حتی انقدر هم کمشه، بعد قشنگ کل یه مساحتی رو بهش بدن که بتونه حالا همه اون شاه ها همه اون صنایع دستی همه رو توش بگنجونه. ماشاءالله بهش، پرچم ایران بالا، حال کردم حال کردم.
علی ناموسن تا چیکار میکنی؟ برای داشت کوچیکم خریدم. تو همش خودت داری بازی میکنی که. میخوام ببینم بود خراب نباشی دست. تو سر داری بازی میکنی. بابا ما شب میذاریم. شب 5 میلیون پول هتل میذاریم. این استخ این خوشگلی این زیبایی این رستوران نگون. تو یک سر یک سر داری بازی میکنی. ول کن داداش. آقا بامزه است. ببین نشون بدم برای فالوورها. ببین این یه سولوش 500 تا بازی در بازی ها همه نوستالژی. اینا 500 عدد بازی مختلف نوستالژی آتاری و سگا اینا توش داره. خیلی باحاله. واسه داش کوچیکم گرفتم ولی خودم بیشتر دارم ازش حال میکنم. دیگه ببخشید. شاید 5 میلیون پول هتل دادم یه از امکانات هتل از این دستگاه کار میکنه. این دستگاه تو ایران هم اومده، جدیدا اومده. 500 تا بازی داره، بازی کلاسیک فکر کنم. خیلی از کسایی که ویدیوی ما رو تماشا میکنه اهل گیم و اینجور چیزا هم هستید و کانال گیم منم خیلی دنبال شاید بکنن و بسیار 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 جذابه. توش کلی بازی داره. قیمتش تو ایران فکر کنم 2-3 میلیون تومان اگر اشتباه نکنم. نمیدونم توی افغانستان هم هست یا نه، ولی تو کشورهای اروپایی و خود آمریکا فکر کنم باشه. و اگر نوستالژی باز هستین بازی قدیمی مثل سوپر ماریو اینا دوست بگیرید، تهیه کنید، بسیار بسیار کیفیت خوبی هم داره. بهترین چیزی بود که تونستم بگیرم از اینجا. من از همون صحبتی واسه داشتم، حالا خودم خیلی باحال کردم. ببین به این صورت روشن میشه و 500 عدد بازی داره، بازی خیلی باحال. بذارید سوپر ماریو بیارم. کیفیت تصویرش خیلی بالاتر از اینه، منتها توی گوشی دارم فیلم میگیرم اینجوری نشون میده. امشب اومدم یکی از استوریامو جبران کنم و بابت کاری که کردم کامل مافوت بدم و یه رسم خوبو راه بندازم. چند وقت پیش خارج از ایران بودیم برای نشون دادن فرهنگ جوجه از غذاها و خوراکیاش فیلم گذاشته و خیلی هم دوستان توی ایران دلشون خواست و ما نشستیم با شما فالوورها فکر کردیم چیکار کنیم. قرار بر این شد بشیم یه تعداد غذا تهیه کنیم و برای جبران مافاتمون بریم دکان کار پخش کنیم. انشالله که رسمه برقرار شه و همه بلاگرهای غذایی کسایی که از غذا میدارن بعد از گذاشتن فیلم ها اصلا غذاهاشون این توضیح غذا رو بین همه داشته باشن. دمشگم. چه کار قشنگی. واقعا دمشگم. واقعا خیلی با معرفته. و اینکه حالا هر چقدر پول دارید، خیلی پول دارید، غذاهای بسیار با کیفیتی میخورید، نوش جونتون، ولی وقتی که حالا خودتون کارتون تموم شد، غذاتون نوش جون کردید، حتی تو فضای مجازی منتشرش کردید، بعدش برید در حد تواناییتون هر چقدر میتونید به کسایی که یه ذره ندار هستن، به کسایی که یه ذره وضع مالیشون مشکل دار دارن، مشکلاتی دارن، به هر حال وضع مالی همه خوب نیست، زندگیشون طوریه که مثلا شاید تو عمرشون نتونن یه همچین غذایی رو بخورن. آره یه کمکی بکنید در حد توانتون هر چند تایی که میتونید. سیر کردن آدمهای گرسنه، حالا اهل هر کشوری که باشن، بسیار کار با ارزشیه. کار بسیار قشنگی بود که بلاگر ایران انجام داد. سهم خودش چند نفرم بتونه کمک کنه، دنیا جای قشنگتری میشه. آیایی که با سنگ طبیعی ساخته شده، یشم هست، جاسپر هست، بعد سنگ اونیکس هست و از طب چینی برگرفته شده. هر کدومش کجا قرار بگیره و تقویت چه قواییه؟ بی قیمتش بگیرم چقدر؟ یه دونه از این عبادت من برای خودم بگیرم، خیلی خاصه است. البته اگه سایز من داشته باشه، این سایز خیلی بذارید اینجا کفشم در بیارم اینو امتحان کنم ببینم چجوریه. اینجا برای تست هم دارم. چه حس خوبیه روش رفتن. درست سنگ سفته ولی برای من که عاشق سنگم باید یه دونه داشته باشم از اینا. خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه. با این که سنگه ولی راحت. بعد سنگ ها کلن انرژی دارن دیگه، همه سنگ ها انرژی دارن و خب وقتی روش داری راه میری، حالا اون علم از علم چینی مثل اینکه استفاده شده، اون حالا من دیگه سر در نمیارم، ولی سنگ ها که انرژی دارن خیلی شنیدم، باعث میشه حالتون بهتر بشه. علاوه بر اینکه مثلا انرژی سنگ هاست، به نظر من انگار مثلا آدم پاورنر روی سنگ ها داره راه میره. آره، دیگه کنار ساحل اینا چه حس خوبی داره. آره بسیار جالبه. فکر میکنم تو فروشگاه خود علی سلطان هم هستش، میتونید حالا بهشون پیام بدید اگه داشتن تهیه کنید. بسیار فکر میکنم جالب باشه. مرسی از همراهیتون، مرسی کنار ما بودین، این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنید، کنار ما باشید، ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید، جمعیتمون روز به روز بیشتر و بیشتر بشه. تا یه برنامه دیگه شاد پر انرژی و صحتمند باشید، حالتون جور درجه. فعلا خدافظ. در پناه خدا باشید.